برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. کالیفرنیا ویب سلوشن تقدیم می کند. آیا از تعداد بازدید کننده های سایت خود راضی هستید؟ آیا وبسایت شما در صفحه اول گوگل دیده می شود؟ آیا وبسایت خود را دوست دارید؟ آیا وبسایت خود را روانشناسی کردید؟ روانشناسی وبسایت کاری از کالیفرنیا ویب سلوشن، برنامه حرفه‌ای برای درآمدی بهتر هر چهارشنبه ساعت 8 شب در تلویزیون تایم تی وی. همه زلف تو دام کفر و دین است، ذکارستان او یک شمع این است. جمالت معجز حسن است، لیکن حدیث غمزه‌ات سحر مبین است. ز چشم شوخ تو جان کی توان برد، که دائم با کمان اندر کمین است. بر آن چشم سیاه صد آفرین باد، که در عاشق کشی سحر آفرین است. عجب علمیست علم هیئت عشق، که چرخ هشتمش هفتم زمین است. با درود، من فرزانه حریرچی و من علی مشکات. برنامه دیگر از روانشناسی وبسایت کاری از کالیفرنیا ویب سلوشن را خدمتتان ارائه می دهیم. روانشناسی وبسایت برنامه تازه، تحقیقی و آموزشی که هر هفته از کانال تایم تیوی خدمتتان ارائه می شود. این برنامه برای پیشرفت بیزینس ها در رابطه با تکنولوژی اینترنت می باشد. کار ما کمک به شما اسمال بیزینس هاست که چطور خودتون رو به اینترنت مارکتینگ نزدیک بکنید و چطور بتونین یک وبسایت داشته باشین. اگر وبسایت ندارین، بتونین اونو با یک هزینه کم و یک استاندارد بالا درست بکنین. اگر وبسایت دارین، ببینین اون انتظاری رو که از وبسایتتون دارین برآورده میشه یا نمیشه. اگه نمیشه، اونو به استانداردهای ما نزدیک بکنین. به طور خلاصه، چگونه توسط وبسایت میتوانید پول بسازید؟ بدین منظور کالیفرنیا ویب سولوشن را خدمتتون ارائه می دهیم. این شرکت کار خود را از سال 1987 در زمینه خدمات طراحی و نصب نرم افزار و مشاوره سیستم های کامپیوتری در کالیفرنیا آغاز کرد. در سالهای 1987 تا 2001 شرکت ما افتخار همکاری با بزرگترین کمپانی های آمریکایی مثل یونیورسال پیکچر، پالیگرام، یو اس ای نتورک، اپیک پروداکشن، ارور اسپلینگ و ورلد ویژن داشت. شرکت کالیفرنیا ویب سلوشن از سال 2001 وارد دنیای تکنولوژی اینترنت شد و از همان ابتدا با استفاده از مهندسین طراز اول کامپیوتر اقدام به تولید CMS Content Management System نمود و توانست وبسایت های بزرگی برای کمپانی های آمریکایی مثل تنیس چنل، اوویشن تی وی را طراحی و در مقیاس بزرگ با هزاران صفحه داینامیک، آنلاین نیوز، آنلاین ایونت را طراحی و اجرا کند. در طول سالهای 2004، 2005 و 2006 ما توانستیم سایت های بزرگی را تحت اجرا بگذاریم. شرکت کالیفرنیا ویب سلوشن در سال 2007 تحقیقات مفصلی در زمینه SEO Search Engine Optimization را آغاز کرد و به خاطر همین اهمیت همین مسئله یک گروه کامل SEO را تشکیل داد. و خلاصه از ژانویه سال 2011 شرکت کالیفرنیا ویب سلوشن تمام سرویس های مربوط به ویب شامل طراحی و ساخت وبسایت، ویب هوستینگ، CMS Content Management System و SEO Search Engine Optimization را یک جا و به صورت یک پکیج در اختیار عموم قرار داد و همراه آن جهت بالا بردن سطح آگاهی و دانش تکنولوژی اینترنت و وبسایت در خانواده پر افتخار ایرانیان یک برنامه تحقیقاتی و آموزشی تهیه کرد و نام این برنامه را روانشناسی وبسایت گذاشت. بنابراین بینندگان عزیز،
این برنامه برای شما که وبسایت ندارید و می‌خواهید وبسایت داشته باشین، برای شما که وبسایت دارین، شما که می‌خواید وبسایت خودتون رو SEO کنین، و برای شما که طراح و یا گرافیست وبسایت و حتی برنامه‌نویس وبسایت هستین بسیار مفیده. بسیاری از سرویس‌های شرکت کالیفرنیا وب سولوشن هیچ هزینه‌ای برای شما نداره و پاسخ دادن به سوالات و مشکلات وبسایتی شما هدف اصلی برنامه ما هست. به همین دلیل ما هر هفته از دوشنبه تا جمعه بین ساعت 10 تا 12 صبح بله. تعلق دادیم به کمک به شما عزیزان اگر هر سوالی راجع به وبسایت دارین، و از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر گذاشتیم در اختیار شما که هر سوالی راجع به نتورکینگ، راجع به IT solution و خلاصه ویروس و هر سوال دیگه دارین، همکاران ما در کالیفرنیا وب سولوشن در اختیار شما هستن و به شما راهنمایی میکنن. این جای گفتنه که این کار ما 2 هفته شروع کردیم و خیلی استقبال خوبی شده. تا الان دوستان واقعا زنگ میزنن و سوالاتی رو دارشون رو سوال میکنن و ساتیسفای هستن این تندازه. بله دیگه، اگه منم مشکلی داشته باشم سعی میکنم حتما تماس بگیرم، چون این برنامه هیچ هزینه برای بینندگان عزیز نداره. خب اجازه بدین طبق روال هفتگیمون مهمانهای این هفتمون رو معرفی بکنین. معرفی وبسایت های مهمانمون رو معرفی میکنیم این هفته خدمتتون. این هفته ما 3 تا مهمان وبسایت داریم که سعی می‌کنیم اونها رو روی وبسایت اونها رو روی صفحه تلویزیون به شما نشون بدیم و در مراحل برنامه‌مون به اینها برسیم و اونها رو آنالایز بکنیم. قبل از اینکه معرفی بکنیم مهمان‌ها رو، با خدمتتون بگم که اگر شما وبسایت دارین و می‌خوین وبسایتتون توی این برنامه مورد بررسی قرار بگیره، اینکه آنالایزش بکنیم به حالت هر جور مثبت بودن. به حالت مثبت بودن شما میتونید با ما تماس بگیرین و ما اسم شما رو مینویسیم و اون برنامه رو، اون وبسایتتون رو توی برنامه‌مون جا میدیم. خب بریم سر معرفی وبسایت‌های مهمانمون. اولین وبسایتمون هست از کمپانی اکسس ریالتی به مدیریت آقای کامی شهاب که وبسایتشون هست accessrealty.com که realty رو به RLTY.com وبسایتشون خونده میشه و شما میتونین برین روی وبسایتشون و تمام اطلاعاتشون رو ببینین. وبسایت دوم مهمان ما به مدیریت آقای بابک نصیرپور از کمپانی پارک دیزاین اند کانستراکشن که وبسایتشون هست parkarchitecture.com به مدیریت آقای بابک نصیرپور، و که ما اینا رو در مرحله برنامه‌مون حتما مورد بررسی قرار میدیم. و مهمان سوم این هفته ما فلاور گالری به مدیریت آقای احمد و علی نیکویی و وبسایت ایشون هست pasadenaflowergallery.com، همونجوری که گفتم به مدیریت آقای احمد و علی نیکویی فلاور گالری، که الان داریم وبسایت ایشون رو می‌بینین و همونجوری که قول دادیم ما در مرحله برنامه‌مون، در طی برنامه‌مون حتما این 3 تا وبسایت مهمان رو مورد بررسی قرار میدیم و به اینها بیشتر میرسیم. خب بریم سر اصل مطلب این هفته. بریم برنامه این هفتمون رو توضیح بدیم که چی میخوایم صحبت کنیم. خب بینندگان عزیز، برنامه این هفته ما در واقع دنباله 2 تا بحث هفته قبل رو میگیرونه، یعنی میگذرونه. درسته؟ درسته. ما تو 2 هفته گذشته توضیح دادیم که با یک مثالی که آوردیم راجع به llearningcenter.com یه وبسایت برای من درست کردین. بله. و ما در واقع توی 7 هفته گذشته توضیح دادیم تفاوت سایت استاتیک و داینامیک رو. توضیح دادیم تفاوت یه سایت استاتیک و داینامیک چیه؟
تونستیم یک سایت استاتیک تحت عنوان LA Learning Center درست بکنیم. این سایت رو بعد از درست کردن به حساب حالت استاتیکش آمدیم به نویگیشنش رو درست کردیم. بعد از این نویگیشن رفتیم یه چند تا سپورتینگ پیج مثل About Us, Who We Are and What We Do این پیج ها رو درست کردیم و همینجور که در برنامه گذشته دیدیم که این سایت چجوری این صفحه ها حال شکل و قیافه گرفت، بنرشون چی بود، مسیجشون چی بود. دو مرتبه برمیگردیم دقت میکنیم که باید اون مسیج، اون پورتون پیغامی که داریم حتما خوانا باشه در صفحات به حساب وبسایت ما. حالا کاری که میخوایم این هفته انجام بدیم خانم فرزانه اینه که ما میخوایم این صفحات رو به وارد به حساب به وسیله ابزاری که برای ما از طریق گوگل یا یاهو و بینگ اویلیبل هست اینها رو وریفای بکنیم، این سایت رو وریفای بکنیم به وسیله این سرچ انجین ها و بعدش آیدنتیفایشون بکنیم، برایشون بگیم تول مستر به حساب از چه تول هایی میتونن استفاده کنن. و بعدش هم راجع به گوگل انالیتیک هست که ما قبلا هم صحبت کردیم راجع به این موضوع خیلی مفصل، ولی درست باز دوست داریم رو صحبت کنیم به خاطر اینکه فوایدی که این سافر داره و اطلاعاتی که این به حساب گوگل انالیتیک یا به در اختیار به سایت اونر میذاره خیلی مفیده و خیلی باید توجه بهش بشه و درست انالایز بشه تا جواب بهتری براشون داشته باشه. درسته، چون اون سایتی رو که درست کرده اون سایت استاتیک بوده و ما در واقع بحث اصلیمون با دیتیلای اصلی میپردازیم، ولی بحث اصلی این هست که ما بتونیم به سرچ انجینا اطلاع بدیم، علامت بدیم که ما کجا هستیم، چجوری بیان طرف سایت ما و این سایت مثلا همون LA Learning Center رو ببینن و توجه بکنن. درسته؟ بله. پس ما اگه دقت بکنیم کمپانی گوگل یک مقدار سافرهای به حساب گران قیمتی رو طراحی کرده و اینها رو در حالت رایگان در اختیار شما سایت اونرها میذاره که شما میتونین به راحتی از اینها استفاده بکنین. قبل از میبخشین برای درست کردن، برای استفاده از این ابزارها من باید یه اکانت داشته باشم، درسته؟ یه اکانت جیمیل داشته باشم اگه بخوام گوگل. اگر گوگل میخواییم باید اکانت گوگل داشته باشین، اگر یاهو میخواییم باید اکانت یاهو داشته باشین. درسته. و اکانت بینگ. اینا صاحبان اکانت، این وقتی که شما اکانت گوگل دارین بعدش میتونین به وسیله این اکانت یا به وسیله شناسایی خود به گوگل از سافت‌ورای این به حساب مؤسس استفاده بکنین، مثل وب مستر تورز که یک گروه سافت‌ورای بسیار خوبی و با ارزنده است، گوگل انالیتیک که بسیار بسیار سافت‌ور پرنتیجه است برام. اینا رو در عرض برنامه توضیح میدیم، ولی بینندگان عزیز خواستم فقط به اطلاعتون برسونم که همونجور که میدونین ما از هفته گذشته برنامه‌مون لایو زنده هستش و همونجور که روی صفحه تلویزیون میبینین شماره استودیو رو میبینین. اگه هر سوال و کوشنی دارین میتونین با ما تماس بگیرین و ما به سوال شما جواب میدیم. اگر سوالتون تکنیکی بود یا اینکه طولانی تر بود ما سعی میکنیم متخصصینمون در استودیو یا همونجور که گفتیم هر روز ما بین ساعت 10 تا 12 و 1 تا 3 بعد از ظهر پاسخگوی تمام سوالای شما هستین، ولی تلفن استودیو باز اگه سوالی داشتن. اجازه بدین ادامه بحثمون رو بگیرین و من چند تا تاپیکی رو که راجع به همین گوگل وب مستر هست بگم و شما اونو در واقع کمی بشکافین و بیشتر توضیح بدین. یکی از همونجور که گفتیم این برای گوگل وب مستر رو استفاده کردن که یک ابزار خیلی مهم هست، احتیاج به باز کردن یه جیمیل اکانت دارین که زیر اون جیمیل اکانت شما میتونین این ابزارها رو استفاده کنین. یکی از اونا این هست که چه شکلی گوگل میتونه ما رو ببینه، اون سایت ما رو ببینه. درسته؟ find out how گوگل میتونه سایت شما رو ببینه. و یه دونه از ابزارهای دیگه اون تولز انالیتیکه که در اختیار ما قرار داده این گوگل این تولزشو. و یه دونه از تولزهای دیگه‌اش هست که چه کسی به سایت شما لینک هست و تمام اینا رو ما توضیح میدیم. و یه مسئله دیگر هم که امشب براتون میشکافیم هست که گوگل چطوری اون اطلاعات سایت ما رو پیدا میکنه و یکی این سعی میکنیم این تاپیکا رو ما در عرض برنامه‌مون بررسی بکنیم. برای اکسس کردن به گوگل تول مستر شما
خیلی ساده میتونین برین توی سرچ انجین یا میتونین تایپ کنین آدرس توی آدرس بار و گوگل به حساب وب مستر تول، بعد از اینکه جیمیل اکانتتون رو وارد کردین برای شما چیز میشه به میتونین استفاده کنین. پس فوایدی هم که داره همجوری که خانم فرزانه گفتن، یکی اینه که خودتون شناسایی میدین به گوگل که من کی هستم، سایدم چیه. گوگل به شما به یک ابزارها و تولهایی داره که میتونه کاملا شما میتونین انالایز بکنین دیتایی که گرفتین. عرضم به حضور شما، شما میتونین به راحتی به حساب بر سایت هایی که لینک میشن به شما اینا رو چیز کنین و در آخر میتونین به بیشتر راجع به خودتون به گوگل متوجه بسازین. خب یک کمی راجع به گوگل صفحه که الان نشون داده میشه. این صفحه اولیه که شما وقتی که گوگل دنبال وب مستر هستین از اینجا میتونین یا رجستر بکنین و یا اگر اکانتتون لاگین هستین فالو آپ بکنین به و ساینین بکنین. بعد از اینکه ساینین کردین معمولا یک داشبورد و یا به صفحه اولیه بیا در پیش چشم شما، شما به وارد هوم میشین. توی هوم توی این قسمت شما به سایت های مختلف خودتون رو میبینین و میتونین شما حد یک سایت، دو سایت یا هر چند تا سایت دارین این در این لیستش اینجا باشه و بعد از اینکه یک سایت رو انتخاب کردین وارد جزئیات اون سایت میشین. برای مثال ما اولین سایت رو انتخاب میکنیم و میبینیم که در صفحات بعدی به ما نشون میده که این سایت مثلا الان ما اونجا وارد داشبورد شدیم. داشبورد مشخص میکنه چندین آیدم رو که یکی باشه که سرچ چه نوع کوریایی، چه نوع اطلاعاتی راجع به صفحات شما شده، چه نوع لینک هایی از طریق سایت شما لینک شدن و کرالر وقتی که کرال کرده توی سایت شما آیا اروری، آیا اشتباهی پیدا کرده یا نکرده و بعدش در حالت جنرال از کیورد هایی که استفاده کردین بهتون میگه تا چقدر به حساب تحت استفاده قرار گرفته. اولین نکته که باید گفت خانم فرزانه اینه که ما وقتی که سایت کرییت میکنیم دو نوع سایت مپ داریم. یک سایت مپ هست که شما داخل خود به حساب صفحه خودتون جاسازی میکنین، مخصوصا قسمت فوتر سیکشن میان سایت مپ میذارن که اون برای یوزرها هستش، کسایی که میرن بتونن راحت اطلاعات رو پیدا کنن، درسته؟ اون برای راهنمای یوزر هاست. به همین نسبت شما یک دونه سایت به حساب مپ لازم دارین که این سایت مپ باید از طریق گوگل ستاپ شده باشه و این یک XML فایلیه که شما می در روت خودتون، وب روت خودتون کرییت میکنین و بعد از اینکه کرییت کردین به تول وب مستر تول گوگل میرین و اونجا میگین که از این استفاده بکن. این سایت مپ معمولا شامل اینه میگه که شما پایاریتیش چقدره، ما چه پایاریتی بیان تو سایت شما، چند هر مدت بیان، یعنی فریکونسیز چیه، در چه مدتی بیان سایت شما رو بازرسی بکنن. خلاصه اطلاعاتی هست که شما میتونید به راحتی به وسیله سایت مپ خودتون با سرچ انجین در تماس باشه. این یکی از مراحل اولیه است که شما باید انجام بدین وقتی که یک سایت رو میخواین بالا بیارین. جز دقت بکنین که یک قسمت دیگر از این به حساب این ابزار راجع به کرالر اکسس صحبت میکنه. اون چیه؟ اون این کرالره که وارد سایت میشه و میتونین شما یه به راحتی بهش میگن reboot.txt، یه فایلی که شما کرییت میکنین و داخل این فایل میتونین حتی بگین از چه پیج های شما به حساب این سرچ انجین بازدید بکنه. معمولا همه به حالت دیفالت رو انتخاب میکنن که تمام پیجا اسکن بشه، ولی اگر شما میخوای پرایوسی داشته باشین و بعضی پیجاتون کرال نشه میتونین به راحتی در این فایل جاسازی کنین و بگین.
چیز بعدی سایت لینک. اونم سایت لینک بفرمایید. نه بفرمایید سایت لینک یعنی یکی از ادوانتیج‌های دیگه هست. سایت لینک یکی از ادوانتیج‌های دیگه باید اینو دقت داشته باشین که موقع کرییت کردن سایت لینک به شما نشون میده از کدوم سایت‌های مختلف وارد سایت شما میشه شد. این به وسیله یا حالت اینه که شما بنر در سایت‌های دیگه ادورتایز بکنین یا در سایت‌های دیگه به دایرکتوری‌ها و محل‌هایی که میتونین ادورتایز بکنین از سایت خودتون در سایت‌های آینده در سایت‌های دیگه. چون توضیح دادی بودیم که اگر کسی بخواد بره روی وبسایت شما از سه طریق مختلف وارد وبسایتتون میشن. یکی این که آدرس وبسایت شما رو دارن و مستقیما اون وبسایت رو تایپ میکنن، یکی از طریق سرچ انجینا وارد وبسایت میشن و یکی از طریق وبسایت های دیگه وارد وبسایت شما میشن. و این سایت لینک به شما کمک میکنه که بتونین این اطلاعات رو بگیرین، ببینین که از کدوم سایت وارد وبسایت شما شدن، این اطلاعات رو وارد وبسایت شدن. خب بریم قسمت وریفای اونرشیپ. آره اون قسمت رو وریفای اونرشیپ اینه که شما به گوگل میگین که صاحب این سایت کی هست. معمولا وقتی که رجستر میکنین به سایت خودتونه، گوگل به شما یک دونه کی اکسس یا یک کلید میده که شما میتونین به راحتی اون کلید رو از اطلاعات رو بگیرین و داخل صفحه خودتون قسمت متادیتا یعنی قسمت هدر پیج اینو جاسازی بکنین. وقتی که اینو جاسازی کردین، بعدش وقتی که گوگل کرالر یا وب وارد میشه، اولین چیزی که نگاه میکنه ببینه سایت شما مال خود شما هست یا نه، تحت کنترل شما هست، و از اونجاست که به شما میتونین این کار رو انجام بدین برای صفحات خودتون. یعنی مثل آیدی میمونه، یعنی آیدی وبسایت ایدنتیفیکیشن هستش که بتونه چیز کنه. و باید در نظر داشته باشه همین کار رو شما هم برای یاهو باید انجام بدین، هم برای بینگ باید انجام بدین. اینا هر کدوم کلیدهای خودشون رو دارن. مطمئن باشه این کار رو انجام بدین در مراحل اولیه‌ای که سایتتون میخواد بیاد بالا. درسته. خب من فکر میکنم اینجا با تا اندازه‌ای راجع به وب مستر تولز صحبت کردیم و یه مقدار اطلاعات در اختیار بینندگان گذاشتیم. قسمت بعدی که دوست داریم صحبت بکنیم راجع بهش، پس بازم میبخشین بازم توضیح بدیم که دلیلی که این ابزارها رو استفاده میکنین در واقع یکی از هدف‌ها این هستی که اون سرچ انجین یا گوگل بتونه ما رو ایدنتیفای بکنه. درسته؟ بتونه ما رو شناسایی بکنه، یعنی ما بگیم ما اینجا هستیم، سایت ما اینجاست و خلاصه ما رو ریکگنایز کنه و بیاد طرف ما. بله یکی از مثلا وسط جمعیت واسه میگه منم اینجا هستم. بله تو این همه سایت زیاد هر بیزینسی سایت های میلیون ها سایت هست و ما میخوایم سایت ما رو بدونه. خب این چند تا از تکای وب مستر رو گوگل وب مستر تولز رو براتون توضیح دادیم. حالا یه دونه از ابزارهای خیلی مهم همون گوگل آنالیتیکه که توی یکی از برنامه‌های قبلیمون هم راجع بهش صحبت کرده بودیم و اونو کاملا براتون توضیح داده بودیم، ولی بازم راجی لازم هست که اضافه بکنیم که ادوانتیج‌ها و مزایای این گوگل آنالیتیک برای شما که دارنده وبسایت هستین چقدر زیاد میتونه باشه. به عنوان دارنده وبسایت با استفاده کردن از گوگل آنالیتیک شما میتونید بفهمید که چه کسانی رفتن روی وبسایتتون، چه صفحه یا مطلب وبسایتتون مورد علاقه شون بوده، چه کسانی فقط رفتن تو سایت و اومدن خارج شدن، و خلاصه از کدام کشور، از کدام منطقه، از کدام ریجن، و تمام اینا اطلاعاتیه که به شما کمک میکنه که دارنده وبسایت هستین بتونین اون بیزینستون رو ایمپروو بکنین. حالا ما بیشتر راجع به این مسئله صحبت میکنیم، مخصوصا همون مسئله داشبورد رو که میتونیم کاستماایز بکنیم که تو این تولز هست. شما اگر دقت بکنید وقتی که وارد گوگل آنالیتیک میشین، قبل از اولین چیزی که شما احتیاج دارین همون جیمیل اکانتتونه. جیمیل اکانتتون رو وارد میکنین و بعدش وارد گوگل آنالیتیک میشین. گوگل آنالیتیک اولین صفحه ای رو که به شما نشون میده صفحه داشبورده که شامل چندین قسمته. مثلا به عنوان مثال قسمت اول راجع به ویزیتور اوورویو، راجع به ترافیک ریسورس اوورویو، راجع به کانتنت اوورویو و راجع به مپ صحبت میکنه.
که اینا و اینا دقت هم داشته باشین که شما میتونین تول به حساب داشبورد خودتون رو دیزاین بدین بیس اون اطلاعات اولیه که خود شما احتیاج دارین. از دیفالت گوگل این چهار تا بخشی که من گفتم برای شما به حساب دیفالت انتخاب کرده که بخش‌های مهمی هم هست. میریم راجع به یه خورده راجع به ویزیتورز اوورویو صحبت می‌کنیم و ببینیم این چی به ما میگه. بله، همه جایی که روی صفحه تلویزیون مشاهده می‌کنی اون گراف در واقع کاستماایز شده که نشون بده که چند نفر رفتن روی وبسایت شما و همینجور که از طریق گراف میتونین ببینین، از طریق آمار میتونین ببینین چند نفر ویزیتور داشتین، در واقع چند نفر رفتن روی صفحه به خصوص اون ویزیت، یعنی اون صفحه رو مورد مطالعه قرار دادن، چه ساعتی چقدر وقت گذاشتن روی اون صفحه، بانس ریت شما چقدر بوده، چند نفر رفتن و سریع برگشتن، ویزیتورهای جدید چند نفر بودن. یعنی تمام اینا برای شما یک آماریه که خیلی کمک میکنه که ببینید اون وبسایت شما چقدر مورد توجه یا که مورد بازدید همه هستن. مثل اینکه یه خط داریم اینجا. خب اجازه بدیم به خطمون جواب بدیم. الو بفرمایید. سلام، حالتو خوبه؟ متشکرم. شما؟ ببخشید، من میخواستم یه سوال کنم. اول اینکه کار با کار خوشرویی هستش و در خوشرویی کار آلتریشن هم انجام میدین. بله. میخواستم ببینم اگر بخوایم یه سایت بزنیم و اینطوری که از برنامه شما گوش کردم یه طوری باشه که مثلا بتونن برن توی سایت ما بعد اردر بدن، که چون ما دلیوری هم انجام میدیم، یعنی بله. از خونهشون هم تحویل میگیریم. بله. بعد اینو میخواستم ببینم به چه صورته، اگه یه توضیح بدین. هیچ اشکاله. شما اولا توی کاری که به حساب کار لباسشویی و تیلورینگ به حساب خیاطی اینا کار لوکال هست، در نتیجه خیلی راحت تره، به خاطر اینکه ما میتونیم به راحتی یه لوکال سرچ انجین انجام بدیم روی به محدوده مثلا نمیدونم 30 مال یا 50 مال به شما، و سرویس های شما رو میتونه به راحتی توی سایتتون داشته باشین که بتونین آفر بدین. و مخصوصا امروزه همه نگاه میکنن دنبال قیمت میگردن، پس اگر یک پروموشن خوبی دارین یا یک اطلاعات به حساب چیزهای مشتریگیری دارین در صفحه اول خودتون طراحی بدین خیلی خوبه. شما اگر دوست داشته باشین میتونین با ما بعدا صحبت بکنین و ما کاملا میتونیم به شما بگیم که این روان رو از کجا شروع کنیم. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خدافظ. خب برگردیم به اون مطلب داشتیم راجع به ویزیتور اوورویو. داشتیم صحبت میکردیم که توی این گوگل انالیتیک چقدر میتونه به سایت شما کمک بکنه و تعداد بینندگان سایت شما رو به حالت آمار یا اینکه به حالت شماره از هر نظر براتون مشخص بکنه. این ویزیتور اوورویو. این یک چیزی هم در نظر داشته باشین، توی این قسمت به شما میگه در حساب زمانی که انتخاب کرد، چون توی گوگل انالیتیک شما میتونین یک زمان، یک پریود، یک زمان انتخاب کنین، بگین از این تاریخ تا این تاریخ من میخوام به من بگی که این اطلاعات چی بوده، این به حساب چه نوع افرادی وارد به سایت شما شدن. بعد با انتخاب کردن استاردینگ و اندینگ دیت میتونین مشخص کنین اون زمان محدود رو. حالا ویزیتورها میتونن دو گروهی هستن، یک گروهی که کانستنتلی وارد سایت شما میشن و یک گروه هست بهش میگن یونیک ویزیتور. شما همیشه توجه داشته باشین که هر ماه باید یونیک ویزیتور شما از ماه گذشته بیشتر بشه، و اگر نشود باید برین نگاه کنین که چرا همچین کاری انجام نشده؟ آیا اطلاعات من یه خورده ناقص بوده؟ مسیج من کامپلیت نبوده؟ یا عرضم به حضور شما سرچ انجین نتونسته درست به کیوردهای من جواب بده؟ پس به این نکته هم باید کاملا توجه داشته باشین. مسئله بعدی که شما باید توجه داشته باشین اینه که باونس ریت شما چی بوده؟ باونس ریت اینه که نشون میده که مثلا میزنم وارد سایت شما شدن و فوری خارج شدن و تایم اسپند نکردن. اگه هر چقدر
باونس رید شما بالاتر باشه به اشکال کار بیشتره. درسته، چون وای نه یعنی وای نستادن توی اون سایت و احتیاجشون رو برآورده کنن. از قبل من گفتیم که باید سایت باید استیکی باشه، یعنی گیرا باشه، گیرنده باشه، گیرا باشه. بله. کاملا مثل مغازه خودتون میمونه که اگر پشت ویترینتون لباسهای قشنگ گذاشته باشین، برای من نوعی که میرم شاپینگ و ویترین از پشت ویترین میبینم، اون گیرایی رو داشته باشه و منو با خودش به مغازه میکنه و خلاصه برای خرید. خب خیلی خوبه دیگه. حالا برگردیم با سر اون بحث، برگردیم سر گوگل آنالیتیک. قسمت بعدی که قابل صحبته راجع به اینی که این ترافیکی که وارد اجازه بدیم ببخشین روی اون صفحه تلویزیون، یعنی میخوام بگم که اینقدر میتونه به شما بگه که از کدوم قسمت، کدوم کشور، کدوم تریتوریز اینا اومدن و ویزیتورای شما از کدوم منطقه هستن، یعنی به حالت مپ، به حالت نقشه نشون میده. قسمت بعدی اون ترافیک سورس اوورویو هست. آره. درسته؟ بله. که اونم باز نشون میده که همونجور که گفتیم از طریقای مختلف وارد سایت شما میشن، دقیقاً اون درصدی کسایی که مستقیماً وبسایت شما رو تایپ کردن و وارد وبسایت شدن، آدرس شما شدن، و کسایی که از طریق ریفرال، از طریق سایت‌های دیگه وارد وبسایت شما شدن، و کسایی که از طریق همونجور سرچ انجین، همون که گفتیم، اونها رو لیست بیزنس های مختلف رو داده و خلاصه اونها بیزنس شما رو انتخاب کردن و وارد شدن. و اونو همینجور که میبینین به صورت گراف، لاین گراف، پای گراف، تمام اینا مشخص میشه و خیلی راحت کار شما رو میکنه که خلاصه تعداد ویزیتورها و از چه طریقی اومدن مشخص بشه. لازم به گفتن ما یک مثال همیشه توی همه بحثامون میزنیم، هیچ موقع اون مثلث، اون مثلث همون شما بیان کردین اول کار، این مثلث رو فراموش نکنین. یک سایت شامل سه تا زاویه اصلیه، یک زاویه‌اش که سایت اونر هست، یک زاویه‌اش افرادی هستن که به حساب از اون وارد اون سایت میشن و یه عده دوستان افراد اون سایت هستن و ما هر شخصی که وارد میشه و دوستانش وارد میشه، این ترافیک رو این بیشتر به وجود آوردیم. در نتیجه اون مثلث همیشه همه جا کار میکنه. درسته. خب از مزایای گوگل آنالیتیک کم نمیاریم، ولی کانتنت اوورویو میشه صحبت کرد. بله، در گوگل آنالیتیک حتی به شما میگه که کانتنت هایی که در سایت های مختلف داشتین، به صفحات مختلف داشتین، که به چجوری آنالایز شده، کدوم صفحه ها رو بیشتر به مشتری یا بیننده رفته و اطلاعاتشون رو خونده، این به شما کاملا مشخص میکنه که شمایی که مثلا صاحب پروداکت هستین و به حساب اجناس دارین، از جنسش به حساب بیشتر مشتری ها ویزیت کردن، چه اطلاعاتی رو خوندن و چه نویگیشنی داشتن، و این در حالت کلی و جمع‌آوری میتونه خیلی ابزار قوی برای مارکتینگ باشه، بازاریابی باشه برای بینندگان عزیز با توجه کردن به این اعداد. بله، خیلی مهمه که اگه من وبسایت دارم، باعث همون مثالی که زدیم برای ال لرنینگ سنتر، مثلا اونا بیشتر علاقه دارن که چه تاپیکی، برفرض اگه برای درس دادن هست، بیشتر مثلا میخوان این سایت و این مطلب رو یاد بگیرن، برای من که دارنده سایت هستم خیلی مهم میتونه باشه که چه کسایی بیشتر علاقه دارن که روی چه تاپیکی، روی چه مطلبی تمرکز کردن و ایستادن و خلاصه مطالعه کردن، و خلاصه این گراف و این اطلاعات به من که دارنده سایت هستم خیلی کمک میکنه. خب اینم از گوگل آنالیتیک که یکی از ابزارهای همون گوگل هستش. میخواییم یک بریک کوچولو بریم، برگردیم و بعد وبسایت های مهمانمون رو معرفی بکنیم خدمتتون. بینندگان عزیز با ما باشین، برمیگردیم. کالیفرنیا وب سولوشن تقدیم میکند. آیا از تعداد بازدید کننده های سایت خود راضی هستید؟ آیا وبسایت شما در صفحه اول گوگل دیده میشود؟ آیا وبسایت خود را دوست دارید؟ آیا وبسایت خود را روانشناسی کردید؟ روانشناسی وبسایت کاری از کالیفرنیا وب سولوشن، برنامه حرفه‌ای برای درآمدی بهتر، هر چهارشنبه ساعت 8 شب در تلویزیون تایم تیوی.
خاموش شد همین. بینندگان عزیز، قسمت بعدی برنامه‌مون راجع به وبسایت‌های مهمان صحبت می‌کنیم. اجازه بدین که مهمان‌های این هفتمون رو یک مرتبه دیگه خدمتتون معرفی بکنم و برگردیم و وبسایت اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. همونجور که گفتیم مهمان این هفته ما Access Realty، Park Design and Construction and Flower Gallery هستش که ما سعی می‌کنیم این وبسایت‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم. ولی قبل از که اونها رو به خدمتتون معرفی بکنیم اجازه بدین یک مرتبه دیگه بگیم که خطی داریم. خط داریم، پس اجازه بدین خطمون رو جواب بدیم بعد ادامه میدیم. بله بفرمایید. بله، من برنامه شما رو هفته پیش نگاه می‌کردم و یه سوال داشتم راجع به وبسایتتون. من کارم طراحی داخلیه. بله. من می‌خواستم ببینم راجع به استاتیک وبسایتتون یا داینامیک کدومش بهتر بر من می‌تونه کار کنه، کدوم وبسایت؟ والا در حالت جنرال معمولاً امروزه روز به حساب داینامیک سایته. و سایت هایی که داینامیک باشه یعنی شما به راحتی میتونین اطلاعاتتون، مسیجتون رو و ایدتون رو کاملاً به جمعیت و به بینندگان برسونین. و همونطوری که الان صحبت شد، گوگل آنالیتیک خوبی داره، به ما میگه که آیا این نوشته ها، این گفته ها به پذیرا بوده یا نه. در هر صورت ساجستشن من اینه که حتما سایت داینامیک باشه، حتما شما بتونین بولتن بورد خودتون رو داشته باشین، حتما بتونین مسیج های خودتون روزانه یا دست کم هفته یه مرتبه عوض بکنین. اگر کمکی چیزی داشته باشین ما در خدمت هستیم. مخصوصا اگه ایشون توی اینتریور دیزاین هستن، همونجور که گفتین داینامیک بودن خیلی مهمه، چون میتونن با گذاشتن ویدیو از کارهاشون اونا رو توی صفحهشون قرار بدن تا بتونن رجوع کنندگان قشنگ کار ایشون رو خیلی راحت ببینن و مطمئنن وبسایتشون موفق خواهد شد. با امید خدا. خب. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از تلفنتون. خب بریم سر سایت. آره این بله. خب. سایت اولی با ریلتی به accessrealty.com به مدیریت آقای کامی شهاب از Access Realty. آقای کامی در ریلیتور هستن و شما به راحتی میتونین با اطلاعات ایشون و تماس بگیرین و اگر کمک ریلتی داشته باشین از سایتشون استفاده بکنین. سایتی بسیار خوانا دارن، سایتی هست که میتونه لیستینگشون رو داشته باشه و لیستینگاشون رو دارن و به راحتی میتونین بعضش مورد استفاده قرار بدین. خب رنگش، رنگ آمیزیش هم که دیفرنت، قشنگه از نظر حالتی که رنگ های مختلفی رو قایه به حساب میکست کردن و نمیشه گفت خوب و بدشو، ولی کن رنگ آرام بخشیه. کالریسکیمشون کار میکنم. خاله خب اینم از مهمان اولمون accessrealty.com به مدیریت آقای کامی شهاب. و اجازه بدین بریم سر مهمان سایت بعدیمون، Park Design and Construction به مدیریت آقای بابک نصیرپور که وبسایتشون هست parkarchitecture.com. آقای بابک در کانستراکشن هستن و کارهای به آرشیتکتی انجام میدن. ایشون با اطلاعاتش که دارن میتونین کاملا تماس بگیریم و کارهای کانستراکشن خودتون و ریمادلینگتون و اینطور تشکیلات با ایشون مشورت داشته باشین. بله اینم سایت ایشون. خب اجازه بدین سایت مهمان آخرمون که فلاور گالری به مدیریت آقای احمد و علی نیکویی که وبسایت ایشون هست pasadenaflowergallery.com و همینجور که روی صحنه تلویزیون میبینین با عکس‌های مختلف. ایشون کاری که جالبی که کردن اینه که سلکشن به حساب گل‌های خودشون رو کاملا پکیجینگ انجام دادن و در اختیار مشتریان قرار میدن. در ضمن میدونین که روز مادرم نزدیکه، این ممکنه برای بینندگان احتیاج بیشتری باشه که اگر به گل سفارش گل در به حساب علاقه دارن هم اکنون کار رو انجام بدن. در هر صورت گالری جالبی دارن و انواع مختلف گل و گل به حساب گلسازی رو نشون میدن
و شما میتونین از اطلاعات ایشون استفاده کنین و به روز مادر خودتون رو روز مادر، روز تولد، انیورسری هر ماه یه روزی داره هر ماه اینجا ما رو مشغول گذاشتن گلسازی هم خوبه. خب گل که همیشه بیزینس قشنگیه، مخصوصا در این موقع سال. خانمام که همیشه لذت میبرن از گل و شما همجوری که میبینین طراحهای مختلف رو روی صفحه تلویزیون از وبسایت ایشون میبینین، فلاور گالری. خب حالا میگم که بریم یه خورده جمع‌بندی بکنیم از اول کارهایی که رو که ما رو راجع به این سایت شما تا الان انجام دادیم. بله، بریم سر llearningcenter.com. بله، این یه داستانی بود حدود دو هفته پیش من تصمیم گرفتم که بیام خدمت شما و وبسایتمو بزنم دیگه. دو هفته پیش تصمیم شد که یه سمپل وبسایتی بزنیم و با هم دیگه همکاری داشته باشیم که اتفاقا داره خودش کارش کار کاملی از کار در میاد. اینه که صفحه اول زدیم، البته من اول کار شنونده خوبی بودم و گوش کردم به خواسته های اون به حساب مشتری و براش تونستیم یه سایتی بذاریم که شامل به حساب ال لرنینگ سنتر. امروز هم موفق شدیم که نه تنها به غیر از خود سایت، ابزاری که به ما داده شده از طریق گوگل چجوری ما میتونیم از اینا استفاده کنیم و کودهای گوگل و یا به کلیدهای گوگل رو در صفحات خودمون مخصوصا در قسمت بالای صفحه جاسازی نماییم. یعنی بین تمام تیوترینگ سنترها گوگل من میگم که بیا طرف من، بیا طرف LLM سنتر. اگر درست، آره، درست اون SEOمو درسته تمام درست انجام بشه. خب با دادن سایتم به کالیفرنیا وب سولوشن حتما این مشکل رو ندارم و مطمئنم که سایت من خیلی موفق میشه. داریم روش کار میکنیم دیگه، هنوز استاتیستیک ثابته. نه، هنوز ما برنامه های دیگه ای داریم روش، هنوز این داستان ادامه داره. هر هفته یا هفته در میون ما در راجبه قسمتش صحبت خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد. هفته های آینده شاید راجع به اینکه چجوری ما سایت رو میتونیم داینامیکش بکنیم از چه نظر و حتی چجوری میتونیم یک سایت رو بهش میگن سرچ انجین ریدینس، یعنی ریدیش بکنین سایت رو برای سرچ انجین، که خودش یک نکات و مطالبی داره که باید گفته بشه. و خب من که آماده میشم که اون سرچ انجین اپتیمیزیشن یعنی چجوری میتونم از انالیتیکس استفاده کنم؟ شما از موقعی که به حساب انالیتیک رو وارد صفحه خودتون کرده باشین و اولین باری که گوگل یا سرچ انجین ها کرال میکنن از سایت شما، بعدش اطلاعات شما در اختیارشون هست و شما میتونین به راحتی به اون داشبوردی رو همونجوری که خودم کاستمایزش کردم میتونم رجوع بکنم و اطلاعاتو بگیرم دیگه. اطلاعاتتون رو کاملا بگیرید. بله. پس خب. اینم از سایت ما. حالا ما یواش یواش این سایت استاتیکمون رو یواش یواش با هر هفته اونو به داینامیک ان‌شاءالله تبدیل میکنیم دیگه. به داینامیک تبدیل میکنیم و از تول هایی که به حساب بچه های ما و مهندسین ما آفر تهیه کردن استفاده خواهیم کرد و مخصوصا اون تول Comments for Web که یک ریل تایم دیسکشن بورد هست و این خیلی راحت میتونین شما اینو به صفحات خودتون اضافه کنین و یک ریل سایت استاتیک رو به سادگی به یک زندهش کنین. زنده، خلاصه همه بحث بکنن، این من کامنت بنویسم، شاگردایی که میان روی وبسایت اونا کامنتشون رو بنویسن، خلاصه بتونم از نظرامون رو رد و بدل بکنیم و بتونم از اون نتیجه گیری بکنم و هر روز بیزینسم رو ایمپروف بکنم. خب بازم خدمتتون بگیم که در کالیفرنیا وب سولوشن تمام متخصصین ما بدون هیچ هزینه حاضر به کمک کردن به شما هستن، حاضر به جواب دادن به سوالات شما هر روز هفته بین ساعت 10 تا 12 صبح و 1 تا 3 بعد از ظهر. سوالات شما در مورد وبسایت و در مورد IT، هارد درایو، ویروس و خلاصه هر سوالی داشته باشین با کمال خوشرویی، گرچه شما ممکنه پشت تلفن
صورتشون رو نبینین ولی لبخندشون رو حس میکنین. به هر حال اونا در اختیار شما هستن و شما بینندگان عزیز اگر بیزینس دارین و بیزینستون وبسایت داره، ما اون وبسایت ها رو میتونیم توی برنامه‌مون مورد بررسی قرار بدیم و بدون هیچ هزینه‌ای اونو مورد دید تمام بینندگانمون قرار بدیم. اگرم وبسایت ندارین که به ما رجوع بکنین، ما سعی میکنیم با یه هزینه کم و استاندارد خیلی بالا همونجور که اول برنامه‌مون گفتیم برای شما یه وبسایت خیلی قشنگ و گیرا و سازنده که بتونه برای شما مشتری و کاستومر بیاره براتون درست بکنیم و طراحی بکنیم و بعد از اونم بتونیم وبسایت شما رو توی برنامه‌مون نشون بدیم و مورد توجه بینندگان قرار بگیره. خب چیز دیگه نه، به آخر برنامه رسیدیم. خب همیشه تو چشم به هم میزنیم از نظر ما به آخر برنامه‌مون میرسیم و خیلی سریع تموم میشه روزه برای ما. بله ما دیگه گوینده هستیم، ولی خب امیدوارم که بینندگان ما عزیزمونم این برنامه این هفتمون مورد استفادهشون قرار گرفته باشه و همینطور مورد پسندشون قرار گرفته باشه و بتونیم هر هفته اطلاعات خیلی جالب و ارزنده و به درد بخور مثل هر هفته براشون بیاریم. خب بینندگان عزیز تا هفته دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و بدرود میگوییم. بدرود. کالیفرنیا وب سولوشن تقدیم میکند. آیا از تعداد بازدید کننده های سایت خود راضی هستید؟ آیا وبسایت شما در صفحه اول گوگل دیده میشود؟ آیا وبسایت خود را دوست دارید؟ آیا وبسایت خود را روانشناسی کردید؟ روانشناسی وبسایت کاری از کالیفرنیا وب سولوشن، برنامه حرفه‌ای برای درآمدی بهتر هر چهارشنبه ساعت 8 شب در تلویزیون تایم تیوی. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.